دکتر امید اسماعیل زاده، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دکترای جامعه شناسی گیاهی و اکولوژی بذر گونه‌های جنگلی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری. وی دارای رتبه سوم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1379 و رتبه اول دوره دکترای علوم جنگل دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382 و رساله برتر دانشجویی در سال 1390 دانشگاه تربیت مدرس است. دکتر اسماعیل زاده عضو کمیته تخصصی گروه جنگلداری، کمیته تخصصی گروه مرتعداری، عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی و مدیر گروه علوم و مهندسی جنگل بوده است. دکتر فرزان فلا، کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم تحقیقات تهران و رتبه یک دکترای زراعت اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز، کارشناس دادگستری در رشته کشاورزی در منابع طبیعی، کارشناس نظارت شهرداری در بخش فضای سبز و پارک ها، محقق و پژوهشگر، مدرس دانشگاه های استان، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه گل و گیاه زینتی شهرستان آمل، مسئول واحد نظارت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل، مسئول نظارت حرس درختان تاج بلند شهرداری بابل، مسئول کاشت نهال‌های هیرکانی شهرداری بابل، مسئول کنترل آفات و بیماری‌های درختان نارنج و سایر گونه‌های گیاهی شهر بابل. مهندس سید مهران هاشمی، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، گرایش زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد قائم شهر، مسئول واحد نظارت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل، مسئول نظارت حرس درختان تاج بلند شهرداری بابل، مسئول کاشت نهال های هیرکانی شهرداری بابل، مسئول کنترل آفات و بیماری های درختان نارنج و سایر گونه های گیاهی شهر بابل، معاونت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل به مدت 4 سال، عضو نظام مهندسی کشاورزی، عضو خانه کشاورز بابل، عضو انجمن برنج کشور، رئیس هیئت مدیره شرکت روئین کشت بابل به مدت 7 سال، مسئول پارک زنده یاد نوشیروانی به مدت 4 سال، مسئول نهالستان فضای سبز شهرداری به مدت 4 سال. مهندس کوروش رسول‌پور، کارشناسی مرتع و آبخیزداری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه آزاد بابل، کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1374 تا کنون. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر فرزان فلا هستم، کارشناس فضای سبز در شهرداری بابل. در این دانشکده علوم پزشکی ما طی بازدیدهای متعددی که از سالهای قبل بودیم در خدمت دوستان، بسیار یک محیط مفرح و شادی رو برای دانشجوها و فضای سبز شهری ایجاد شده. خوشبختانه با مدیریت درست و به هنگام مسئولین و بسیاری از گونه های ارزشمند هیرکانی در اینجا کاشته شده و مدیریت میشه و خدا رو شکر با توجه به اینکه این گونه ها در حال حاضر سرپا و روپا هستند، یک حرس های فنی و درستی هم با نظارت کارشناسان فضای سبز انجام شده و این باعث دیرزیستی بیشتر درخت میشه، باعث میشه که درخت فواید بسیار زیادی رو ایجاد کنه برای محیط زندگی ما و در داخل دانشکده مخصوصا برای باغهایی که موجود هست. حرس هایی که ایجاد شده کاملا فنی هست و نیز زیر نظر کارشناسان فضای سبز بوده. خب به طب درختی که بزرگ میشه و اون از حد شاخ و برگش بزرگتر میشه،
این نیازمند هست که حتما هرس‌هایی رو انجام بدیم که این خود این هرس فواید زیادی برای درخت داره، عمر درخت رو بالا میبره. خدای نکرده اگر بخواد خطر جانی داشته باشه یا آسیب‌هایی رو بزنه، با شکستن این رو جلوشو میگیره. آفات و بیماری‌هایی که احیانا در این جاهای درخت رشد میکنه اونها رو جلوشو بگیره با نفوذ نور، و نهایتا یک رسلاس شما و اوتلوک یا دورنمای خیلی خوبی رو میتونه برای فضای سبز ایجاد کنه. گونه‌هایی که کاشته شده این افرای شیردار هست که گونه‌های به اصطلاح جنگل‌های هیرکانی و بوم سازگار منطقه هست که این الان حدود 3 سال از کاشش می‌گذره. اگر این هرس‌ها درست انجام نشه، هرس‌های گونه‌های بزرگتر، این باعث خواهد شد که این گونه‌ها رشد خوبی رو نداشته باشه و در نهایت با ضمن اینکه این دیرزیستی اون درختان تاج پهن و بلند ما در به پایان خواهد رسید، اینها عقب میفته. پس بنابراین خود هرس میتونه کمک کنه به گیاهانی که در اشکوفهای پایین تر رشد بهتری رو داشته باشن، تا نهایتا ما بتونیم بعد از پایان دیرزیستی این درختان تاج بلند از اینها هم استفاده بکنیم. مباحث بسیار نگهداری یا داشت درختان، چه درختان مسمر و چه درختان غیر مسمر، یه بحث آیتمش و مدیریت هرس و اصول فنی هرس هستش. درختانی که سریع رشد هستن مثل درخت نارون یا اوجا، اینا با توجه فضایی که داریم رشد سریعی دارن، وزن سریع زیادی دارن، شاخه هایی که زاویه باز نسبت به تنه اصلی دارن، ما پیشنهاد میکنیم که هرس بشه، چون بر اساس تجربه‌ای که در محیط شهری داشتیم اینا مستعد سقوط هستن و خطرات به اصطلاح جانی رو و مالی رو به اصطلاح به وجود میارن. مواردی که خدمتتون عرض کردم و در کنار به اصطلاح مدیریت هرس که همکارانمون و دوستان به خوبی انجام دادن و شرایط رو برای پویایی و ادامه رشد نهال‌هایی که چند سال پیش کاشته شده فراهم شده، و همین که درختانی که موجود هستش برای استمرار رشد و رشد بهینه مهیاتر کرده. جناب کوروش رسول‌پور، کارمند بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی، با توجه به روند اصلاحات درخت که در دانشگاه انجام شد، اولا من تشکر می‌کنم. دوما انتقادم این بود که چرا کم اصلاح میشه و اصلاحات صحیح و بیشتر اگر انجام بشه باعث پایداری عمر درخت و سلامت درخت میشه. اصلاح مناسب باعث میشه که تاج درخت جوانسازی بشه و عمر مناسب داشته باشه و ما محیطی بسیار زیباتر داشته باشیم. با توجه به درختی که در کنار من هست توجه بکنید، چون بدون اصلاح نگهداری شده این درخت، سه بار
در طوفان‌های سال‌های مختلف باعث شکستن شاخه‌های اصلی شد، کما اینکه ما درخت‌هایی رو در دانشگاه داریم که قبلاً این اصلاحات و هرس‌ها انجام شده و الان حدود 80 سال شاید هم بیشتر سلامتشون حفظ شده. تنه درخت بسیار قوی داریم که تحمل سرشاخه‌های بعدی خودشون رو دارن. ما انشالله میتونیم اونها رو الگو قرار بدیم برای اصلاح و بهسازی محیط دانشگاه. یه نمونه سالم درخت آزاد رو اینجا داریم، تک پایه، که حدوداً 3 متر یا 4 مترش اصلاح شده هست، هرس شده مناسب، که یک تنه سالم و بعد از سالها داره به ما نشون بده. عمر متوسط این درخت بالای 40 ساله و داره به ما میگه که من چقدر مقاوم و سالمم، چه سرشاخهای خوبی دارم، و این نشانه یه اصلاح است. ما میتونیم از این عنوانی الگو استفاده بکنیم برای درخت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، این جانب امید اسماعیل زاده، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه تربیت مدرس. بازدید رو که امروز ما انجام دادیم تو چند مسئله میشود این رو جنبندی کرد. یک دغدغه اصلی این بوده که عزیزان درختان کهنسالی رو در این مجموعه ما شاهد هستیم که این درختان کهنسال با توجه به اینکه سابقه این مجموعه جنگل بوده و در واقع ساختمون سازی هایی که انجام شده، این درخت ها تنک شدن، لذا از اون فرم جنگلی خارج شدن و حجم تاج سنگین شده. گاهی هم سرشاخه های خشکی رو ما توی دار و درخت داریم. نکته قابل عرضی هم که اینجا باز می شود خدمت دوستان عرض داشت در خصوص حرس شاخه های غیر خشک هست. ببینید، همیشه هدف و رویکردی که وجود داره عملکرد رو و روش کار رو تعیین خواهد کرد. در عرصه اداری، حالا دانشگاه، گاهی اوقات یک سری تدابیری وجود داره که این تدابیر تعیین کننده هست. بحث عمق دید هست تو یک مجموعه، بحث شلوغ شدن در واقع تاج درخت هست که در این خصوص می شود با استفاده از باغبون های حرفه‌ای نسبت به حرس شاخه های پایین تنه درخت برای سبک کردن تاج درخت، برای بهبود عمق دید و احتمالاً اینکه درخت از رشد مطلوب تری برخوردار باشه تا در عرصه موفق تر باشه، این هم می شود استفاده کرد. با این توضیح که انشاءالله عرض کردم خدمتون، با استفاده از باغبون های حرفه‌ای باشه، حتما از چسب هرس هم بهره گرفته بشه تا خدای نکرده زخم در درخت ایجاد نشه.